هر سال در کشورهای سابق اتحاد شوروی مردان زنان را، خواهران، مادران و همسران خود را با عید 8 مرد تبریک میکنند. متاسفانه این حالت در بین مسلمانان نیز پهن گشته است. عید این عید سوالهای زیاد به وجود میآید. این چگونه عید میباشد؟ آیا جشنگیری چنین عید به مسلمانان جایز است؟ ما تاریخی پیداشوی این عید را عادتاً با کلارا چتکینا وابسته میکنیم که با تشکیل گروهی زنان شورشگر برای برابر حقوقی میان مردان و زنان مبارزه برده است. گرچند تشکیل آن در یک روز نشده است، ولی یک روز را معین کردن لازم بود که روز مولود زنان پرولتاریات حسابیده شود. چون این سنه با تکلیف اعضای کمیته مرکزی پارتی اجتماعی دموکراتی یلینا گرینبرگ سنه 19 مارس مقرر شده است. یکمین روزی بین الخلقی زنان 19 مارس سال 1911 در آلمان، آستریا، دانیا و شویتسریا قید شده است. سال 1912 این روز در کشورهای در بالا ذکر شده سنه 12 می قید شده است. سال 1913 باشد با سبب مشکلی تشکیل کنی به گلگرداب تبدیل یافته در آلمان چنین روز را سنه 12 مارس قید نمودند. در آستریا، چخیا، مجارستان، شویتسریا، هلند باشد سنه 9 مارس قید نمودند. در فرانسه و روسیه این روز را سنه 2 مارس قید نمودند. تنها سال 1914 یکمین دفعه با قرار همگان روز بین الخلقی زنان سنه 8 مارس گذراندند. از آن سبب که این روز به روز استراحتی یکشنبه راست آمد. از آن دور تا به امروز این عید در این سنه قرار یافته است. متاسفانه فروروی فکری که عالم اسلام را فرا گرفته بود به حالت آورد که ایده های آزادی یک جای با این عید در بین مسلمانان از آن جمله مسلمانانی آسیای میانه پهن شده است. Но нужно покончить с пережитками прошлого навсегда. Снимайте паранджу. Бинобо маълумот хо дар замони шӯравӣ дар Тоҷикистон ва Ўзбекистон бархи аз занон рӯймолҳояшонро санаи 8 март кашида худро соҳиби истиқлол эълон намуданд. Почему вы молчите? Сегодня же ваш день, 8 марта. Скажите же своё слово, женщины. Дар Тоҷикистон соли 2009 эътиборан با تشبث رحمان این روز روز مادران اعلان شده است. این روز در تاجیکستان روز استراحتی باقی مانده با نامی دیگر نامیده شود هم، ولی ماهیت دیگر نشده است. آیا چنین عید را جشن کردن به مسلمانان جایز می باشد؟ از گفته های بالا عیان می گردد که پیداشوی این عید نه در قرآن است و نه در سنت. پیداشوی چنین عید به حرکت دموکراتی برای زنان و آزادی علاقه زیش دارد که به اسلام زید می باشد. الله تعالی کارهای مسلمانان را به شریعت وابسته کرده با دو عید محدود ساخته است. عید فطر و عید قربان. رحمن الرحیم. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند کسی عملی را اجرا کند و این عمل خلاف امر ما باشد رد کرده می شود. بنابراین برای مردان امت اسلامی یگان روزی معین لازم نیست که غمخواری خود را نسبت مادران، خواهران و زنان اظهار نمایند. مسلم زن هر روزی خود را با غمخواری از طرف شوهر، پدر، برادر، پسر که در خصوص او جوابگرند می گذراند. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند بهترین مردان از امتم آنهایی می باشند که نسبت همسرشان معامله نیک می کنند و بهترین زنان از امتم آنهایی می باشند که نسبت مردان خود معامله نیک دارند.